ناگفته نمانه یک مهمان ما مستحق است و یک مهمان دیگر همچنان که امشب در برنامه با خود دارم مهمان ویژه هست، اسمش را نمیگیرم و مستقیم میرم به طرف مهمان عزیزمو. بچه کم میگیره خالم ماما میگیره و خانم شکیلای عزیز امشب از خود بزرگی نشان دادن و همچنان کمک امشب از طرف خانم شکیلا هست که تقدیم برادرم میشه. دیگر خیلی ازت باز هم خوش آمدید میگم به شما. به نام خداوند یک تای مهربان سلام عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزا، امید که دارای صحت کامل باشین، روزهای ماه مبارک رمضان به بسیار خوبی و خوشی‌هایش سپری کرده باشین. تا این دمه ناگفته نمونه که باز هم امروز سحرک برید در خدمت شما عزیزا قرار دارم. دو مهمان عزیز امشب در برنامه باز هم با خود دارم. ناگفته نمونه یک مهمان ما مستحق است و یک مهمان دیگر همچنان که امشب در برنامه با خود دارم مهمان ویژه هست، اسمش را نمیگیرم و مستقیم میرم به طرف مهمان عزیزمو. و همچنان ناگفته نمونه که چنل یوتیوب صدای کابل سابسکرایب کنین، همچنان ویدیوهای ما را لایک کنین. حالا هم میرم به طرف مهمان عزیز چون دقایق افطار همچنان نزدیک است و با ما یکجا باشین، بیننده برنامه خود شما باشین عزیزا. عزیزا دقایق اذان محمدی همچنان هست، حالا هم یک دعا میکنیم. عزیزای دل شما را یک بار دیگه خوش آمدید میگم و قسمی که گفتم در برنامه دو مهمان دارم با خود، دو مهمان عزیز دارم. یک مهمان ما برادر ما هستن که مستحق هستن، باش که کمک این طرفتر بیم پلوی خانم شکیلا قنده. و همچنان یک مهمان ویژه که امشب در برنامه دارم خانم شکیلا هست. خانم شکیلا سلام بر خودت. سلام بخواستم، خوب هستیم؟ چی حال دارین؟ سطمند هستیم؟ دوستا و فامیل همه خوب است؟ ماه مبارک رمضان بخیر سپری میکنه. تشکر، زنده باشه. شما چطوری؟ قربانتان سلامت باشین. برادر عزیزم سلام به خودتان. سلام باشه. امید که شما هم جور و سطمند سر حال باشین. همچنان امید دارم شما جور و سطمند باشین. تشکر از برنامتان که ما را اینجا دعوت کردین. قربانتان. بخیر و سلامت. زنده باشین. نامتان نگفتی برادر قندم. محمد رسول است. محمد رسول برادر. سلام قندولک به خودت، چطور هستی؟ دخترکم زهرا جانم. بسیار خوب. زهرا جان خوب هستی؟ ماشاءالله. شما را خیلی زیاد امروز به برنامه خوش آمدید میگم. شما قدم رنجیدین، بسیار زیاد خوشحال هستم که امشب در برنامه شما را دارم و سفره را آماده کردیم برای شما هست و امید که سفره ما همچنان به دل شما باشه. تشکر هم شیره خان. دیگه ما خیلی خوشحال هستیم که ما را به برنامه تون دعوت کردیم، چون که برنامه بسیار خوبی هستن. از شما بسیار سپاسگزار هستم کسی که به این برنامه ما را دعوت. قربانتان، تشکر. عزیزا امشب قسمی که گفتم دو مهمان داریم، باش که ما که این طرف طرف نمیرم به دلیل ازی که ما دستم به طرفی طرف زیادتر نمیرسه و صدارم باید بگیرم. گفتم دو مهمان داریم که یک مهمان اون برتون معرفی کردم. مهمان بعدی خانم شکیلای عزیز امشب در برنامه داریم و خانم شکیلای عزیز امشب از خود بزرگی نشان دادن و همچنان کمک امشب از طرف خانم شکیلا هست که تقدیم برادرم میشه. دیگه خیلی ازت باز هم خوش آمدید میگم به شما. تشکر جهان، سپاس که شما مرا به برنامه زیبایتان مرا دعوت کردین. قربانتان. قربان سرتان. سفره را همراه شما روزارم افطار کردین. زنده باشین. دیگه جهان سپاس. بسیار تشکر. خدا کنه که سفره بدل شما همچنان باشه، چون با مهمان ها هست دیگه این سفره ما. نام خدا بسیار اعلی، بسیار عالی، بسیار خوب. همه چیزش همه تو جهاز، همه چیزایی که خوش دارم. نوش جانتان. پس ما هم روزی خود افطار میکنیم عزیزا، یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم. سخنان ما هنوز باقی مانده و سخنان شیرین برادرم همچنان در برنامه میداشته باشیم عزیزا. Thank you.
یک بار دیگه شما عزیزان رو خوش آمدید میگم. ادامه برنامه هست. خانم شکیلای قین، بگو برای ماه مبارک رمضان روزهاش چگونه سپری میکنین شما؟ تشکر قربان سرتان. بسیار خوب سپری میکنیم. روزایی است که ابرالوت از بارندگی است. بله اصلا هیچ خوندن نمیشه که ماه رمضان زیاد گرست نمیشین یا تش نمیشین هیچ کدامش نشتیم. خب بسیار یک ماه پربرکت است. اصلا نه تشنگی رست میکنیم و نه تشنگی رست. بسیار خوب برادر، خودت چطور ماه مبارک رمضان چگونه سپری میکنی؟ بسیار یک ماه خوب پربرکت است. بله روزای اول خیلی سرد است. دقیقا دیگه احساس تشنگی و دشنگی نمیشه تا خوشی و خوبی سپری میشه. بسیار خوب قربانتان. شما نانتانه بگیرین خانم شکیلا، شما هم نانتانه بگیرین، نوش جان کنین. سخنهای خود همچنان باز در لابلای برنامه میداشته باشیم. زنده باشین عزیزو. قبل از اینکه باز هم برم به طرف سخنها، برم میریم به طرف تصویر از خانه برادر ما که آماده شده، آماده نشر است. میریم ببینیم که زندگیش در چه وضعیت هست و در چه حالت شب و روز خود به سر میبرن و با دیدن تصویر دوباره عزیزا برمیگردیم. شما که امروز زارا جان ده اونجا دیده بودین، نمی دختره که من قلم میفروشه. از دیستی که مشکلات داریم، قرضدار هستیم، از وطن آمدیم اینجا، دیگه کاروبار هم نیست، بسیار مشکل است. بخاطر از اینکه یک لومنان پیدا کنیم، ما میریم روزا کفاشی میکنیم، یک روز 100 روپه، بعضی روز 200، یکان روز 50 روپه هم کار میکنیم. دیگه از دیستی که اقتصاد یاری نمیکنه، اینا رو روی میکنیم بر روی سرک که کار کنه، یک چهار روپه پیدا کنه، کرای خانه شوه و دیگه پیسه برق شوه. دیگه خودتان هم میفهمین که در کابل قیمتی است. یک کیلو گاز 90 روپه بود، یک وقتاش 50 روپه است فعلا یا 60 روپه است. ما حتی در خانه چیزی نداریم که چای جوش بدیم، امور هم کارتن یا کاغذ چیزا جمع میکنن با زمین هم میارن آتیش میکنیم. از دیست که نمی تو مشکلات داریم میره روان میکنیم. از همی کسایی که کمک میکنن به واقعا به رضای خدا، باید به مو امور به کسی بوده که واقعا مستحق هسته. اگر ما مجبور نباشیم اشتکار روان نمی کنیم. دیگه امور روزم بنیاد خیریه نامش هم نمی فهمم. دیگه امور یک 500 روپه داده بودم، دوخره که ما در بین یک کاغذ بود، امور یک گاز و چیزا خریدیم. دیگه این تو کاروبار نیست. در ماه رمضان خلاصه ما هیچی نخریدیم. در ماه رمضان 100 روپر هم که بگیم ما چیز نخریدیم از دوکان که به خاطر آمدگی رمضان. از دستی که مشکلات داریم واقعا. کسایی که همی کمک میکنن امور به کسی بودن که واقعا مستحق هستن. دیگه این دختره که هم در سرک میره، یکان روز کار میکنه 50 روپر، یکان روز کار نمیکنه، اشتکا آزار میتن، قلمش هم میگیره، پیسیش هم میگیره. نیم تو مشکلات از قصدار مردم هستیم، از وطن آمدیم در اینجا. از دیستی که زیاد مشکل داریم، نیم تو دختره که در روی سرک روان کردیم. وقتی که میاییم در خانه، هر کدامش میگه بریم از چی آوردی، جیبای ما میپاله. مثال در مارکت که باشه، یک جای دیگه باشه، از سر کراچی ما 50 یا 100 روپه کار میکنیم و یک کیلو سیب یا یک کیلو بادرنگ از اقل نمیشه. یک کیلو بادرنگ 40 روپه 50 روپه. اگر او رو بخریم بازم پیسه نان از کجا کنیم؟ این تو یک مشکلات هست. بر رمضان کدام آمادگی خاصی نداریم. دل ما میشه که هر چیز داشته باشیم و بخریم. از دیستی که توانش نداریم، چیز هم خریده نتانستیم و نخریدیم. این دو تا دختر دارم، یکی بچه که هم هست، این بچه هست دیگه. این سه دانه دارم فعلا. ای اشتوک هست دیگه، یک دقیقه میره سر کار دیگه خسته شد میره پس خانه. دیگه ما کوشش میکنیم که یک چهار روپه پیدا کنه، به خاطر یه میروان میکنیم. بازی اشتوک هست، هر وقت که دل شد میره، یکان وقت شام میره، ناوقت میره، یعنی میتونی یک گپو هست. زهرا را در مکتب شامل نکردیم. شامل مکتب دولتی در این نزدیکای ما نیسته، چون که ما یک سال میشه قریب آمدیم در کابل. دیگه اوقع دسترسی پیدا نکردیم که در مکتب چیره کنیم. پیش مولای مسجد روان میکنیم، یکان وقت دیگه درس میخونه، بعد از او میره پشت کارش. خواستم همیست از مردم که کسای مثالش ویدیوی مره میبینه، از اول از همه تر سلام خود تقدیم میکنم، بعد
دیگه این میجا که هستیم ما یک به حیث برادر شما، اگر واقعا به رضای خدا کسی کمک میکنه که ما از این مشکلات خود چیز شویم، خلاص شویم. دیگه واقعا اگر مشکلات نداشته باشیم موشته که عقل ندارم که روان کنیم در روی سرک قلم بفروشه یا یک کار کنه، چون که وقتش از باید مکتب بخونه، درس بخونه. خودمون از دیستی که زیاد مشکل است روز تا غیقه میشینیم، دیگه باور که یکان رو 100 روپیه یا 50 روپیه این دو روزای میشه که دست خالی هم میایم در خانه، از دیستی که مجبور هستیم دیگه چی کار کنیم در این وطن ما، شما نه کار است نه بار. دیگه من سر کار که میشینم از دیستی که زیاد خسته میشم. بچه یکم میگیره خالم ماما میگیریز. امشب میمان برنامه ما خودت هستی و بعض مواد را که گرفتن رو بخیر انشاءالله تقدیم خودت میکنیم. در اول از بیادرم تشکری میکنم که بخاطر چون که خاطری که کمک میکنند اونجا، اگر هرچون وقتشان خوش تیر شود دعا میکنیم هزار دفعه که روزای خوشی و شب خوشی داشته باشند، دیگر قدیب بسته فاملشان جور و سیادمند باشه، کلی هموطنهای ما که در خارج هستند. باز از او بسیار تشکری میکنم که بر ما کمک کرده و همکاری کرده. اگر توانش داشتیم حتما دیگه روان نمیکنیم که درس خدا بخونه، کار کنن کار نکنه در کار روانشان نمیکنه. خب حالا آمده هستی که بریم بخیر؟ درست هست، آمده هستیم چون یک بار دیگه شما از اون را خوش آمدید میگم با این بخش برنامه ما. نان چطور به دلتان بود؟ خانم شکیلا نبود بین بگوین یک همتی که نان روش جان کردین نکردین؟ تشکر، زنده باشید. نان مزدار زیاد از این غذا زیاد دوست دارم. بله بله، خدا کنه که مورد پسند نان مزدار قابلی بود، چکن بود، شوله قربندی، همه چیز بسیار مزه. قربانتان، نوش جانتان. تشکر. زنده باشین. برادر ما چطور؟ امروز سفره را که برتون آماده کردین چطور؟ از این سفره تمامش مربوط خودت دیشه. تشکر همچنین عزیز، بسیار خوب و واقعاً بسیار عالی بود. قربانتان. همه چیز تیار بود، لیوان درست است که بسیار خوبش هست ان شاء الله. و همچون که اون یکسان کو مایر نکردنش بسیار مشکل است چون برای ما همیشه میان سر نمیشه. تشکر می‌کنم که از همین سفره و زنده باشین. زنده باشین. قربانتان، خدا کنه که زنده باشین. برادرم بیا از زندگیت برام قصه کو که در چگونه شب و روز چگونه سپری میکنی و زندگی را چگونه سپری میکنین شما؟ زندگی ما واقعاً خیلی مشکل است به خاطر اینکه آدم که از وطن به وطن میشه به یک جای مهاجر میشه، واقعاً خیلی مشکل است. دیگه چون ما زیاد مشکلات سختی را سپری میکنیم، شاید تصویرها را قبلا دیده باشن. بله بله عزیز. دیگه بیادر ما جفت کرده، ما همکاری کرده و تصویرهای خانه ما را گرفته بود، چون که از اقتصاد ما اینه با مردم نشان میده که اینه تو یک مردمی هست که در اینجا تو زندگی میکنه، چون ما خیلی اقتصاد ما ضعیف هست. خدا بزرگ است، خدا بزرگ است انشاءالله. خیلی به سختی زندگی میکنیم خلاصه. دیگه ببین دختره که من زهرا هست دیگه این مره روی میکنه، میگوان وقت در سرک قلم فروشی میکنه در کانتین یا مکتب، از دسته که تانش نداریم به مکتب را آزده نتانستیم. دیگه خودم هم کفاشی میکنم بود پولیشی بسلا. دیگه کار بارم چندان مزهش نیست. خانه کرایی است از خود شما هست میشه بگوین در خانه کرایی است؟ چند کرایه میدین شما اونجا؟ 5000 کرایه میدین. خب باز یک همسایه هم دارید یک چیزی باز کمتر میشه کرایش. خانه هم خیلی اتاقایش کنه است. دیگه یک بلند منزل هم در پالوی ماست از طرف زمستان خود بلکل افتاو نبود. یک رقم یخ بود
دیگه چوب سرخ، بخاری و چیزهایی که نداشتیم. فقط یک صندلی یک داشتیم که ما را یک کارتن مانتن آتش بودیم. دیگه کمی گرم میشود تا بگر از همون بود استفاده. بیا خدا بزرگ است. در مورد کارتان برم بگوین، در مورد عزیزایی که در کنار شما هستن، همسایه هستن، چقدر شما را کمک میکنن، نمیکنن در این ماه مبارک رمضان؟ درست است، همسایه زیاد داریم دیگه. همسایه داریم، فقط هر کس در این وقت بابا جان خود است به اصلاح. تا هنوز کنم کمک و چیزی به ما نکده کسی. فقط اینوی همسایه داریم، خیلی برن اما همسایه بسی که ما هستم. همیشه آب خوردن نداریم خانه ما، امیده دیگه کدام پیسه ویسه و چیزام از ما نمیگیرم. خانه شما هر قدر هم ضرورت داشته باشه میده، بخاطر ازی که اگه او را بخریم دیگه ما توان خریدن نداریم. اذیت و آزار چقدر میکنن طفلای خورده؟ شما دیدین اختطاف هست، بعض مشکلاتی که در روی سرکا هست، آیا به این فکر کردین گاهی وقت؟ درست هست، میدونه واقعاً مشکلات هست، بخاطر ازی که اشتوک هست، از خود حفاظت کرده نمیتونه. کسی بازورم ببره میتونه، موترم میزنه در سرک، هر کار میشه. خود چکنیم مجبور هستیم، بخاطر ازی همه خطر قبول کردیم که کرای خانه هست و پیسه به هر کس میدیم. در زمین دیگه که باقی به هر کسایی که مثلا خانه دارن میفهمند دیگه مصارف خانه چطور هست، چی مصرف میشه. باز اشتوک دار هستن میفهمند که واقعاً در خانه چی چیز کار هست و چی مصرف میشه. زیادتر چی دوست دارن که اینا نان نوش جان کنن؟ زیادتر چی میخوای از شما تمام طفلا در وقت غذا خوردن؟ طفلا در وقت غذا خوردن میخوان که همیشه همی تو سفره داشته باشن. بله. چون طفلا هر چی دلشان میره لیگه مایلشان شما که بخورن هر چیز. بله بله. چون که ما سالات چه نداریم، یا غذا یا برنج هست یا نقشوله هست دیگه برم دیگه مشکلات زیاد به دست میاریم که آماده میشه. برم یک بیگاه هست یک بیگاه نیست و در خدا معلوم هست که هر چیزی که به روزی ما اوله باشه هم بستن. بشک خدا بزرگ است انشالله که تمام غم ها آخر میشه بخیر. ایچ روز ایچ شب اماتر شب نمیمونه، حتما شب فردایش حتما میشه و روز حتما میشه. درست. و با امید ازی که انشالله بخیر خودت یک روز شب که از تمام مشکلات بخیر رهایی پیدا کنی. من همیشه دعاگو به تمام مسلمان ها هستم و خصوص برای کسایی که واقعا مستحق هستن. من همیشه از طرف خود اگر دیگه کار کردن اتانم اما براتون دعا کرده میتونم میره. درست است، ما همچنان دعا میکنیم که شخصا خود منی در این وطن ما شما زیاد است. بله. شاید از مکدم فقیر در بدر زیادتر باشه، چون که خدا را شکر میکنیم جان ما جور است. چون کار نیست، اگر کار باشه اینشان ما میتونیم تا اونای کار داریم کار بکنیم، ولی کار میاثر نمیشه. درست ها بگم میریم اما کاری که برای ما میاثر نمیشه که بکنیم. من اقل هم در وظیفه کاری که داریم دمو که باشه کار باشه یک چیز میشه با ما، اما کار نیست دیگه، مجبور هستیم معمول کنیم. عزیزایی که خودت میبینن بیننده هستن، تاجرای ملی ما و عزیزایی که در خارج از افغانستان بسر میبرن، امروز خودت چی پیام برشان میدی؟ چی گفتنی داری از طریق کمره ما برشان؟ تشکر از شما که ما را اینجا خواستیم. زنده باشیم. از هموطنهای عزیز همه خواهش میکنم که در هر کجای وطن هستن و در خارج از کشور هستن، خدا کنه که جور و صحتمند باشم و همراه کاملشان. بسیار تشکر بازم امشب کمکی که صورت گرفته از طرف خانم شکیلا هست برای خودت. دیگه شما به حق اینا دعا کنین، به حق کسایی که خودت کمک میکنن و همچنان برای فواد جان عزیز که بنیادگذار چنل یوتیوب صدای کابل هست، ما به دعای شما نیاز داریم. درست است، انشاءالله ما دعا همیشه میکنیم با همتنهای خود. بازم زیاد دعا میکنیم از خانم شکیلا، بسیار زیاد تشکر میکنیم همکاری کرده. چیزی کمی است اگر قربانتان، انشاءالله در آینده باز انشاءالله کمک های دیدان برتان. درست است، خیر ببینیم، کمک میکنیم انشاءالله. اول خدا دوم شما بسیار رو بگیریم اگر همکاری کنیم. دیگه هموطنان عزیز همچنان میخوان یک همکاری بکنن انشالله بخیر. چی ماستیم و چی کسی دیگه است که فقیر از واقعا مستحقش است دیگه، چون برای افطاری چیزی ندارن که بخورن یا داشته باشن حداقل یک چیز یا دو چیز بیشتر ندارن، چون که کاروبار نیستن، حساب ضعیف است، نمیتونن چیزی بکنن. بیا خدا بزرگ است انشالله بخیر، یک روز شما که تمام مشکلات شما با خداوند. دقیقاً دقیقاً خداوند کی دانا دولت روزی شما تبارک ان شاء الله. خداوند روزی همه
میده به هر طریق و هر یا کم یا زیاد مقصد تو خانه نمیمونیم. تو گوشه نمیمونیم. دقیقاً. خانم شکیلا بین بگوین چی مدت زمان میشه که شما آمدین به افغانستان و مردم ما را که میبینین در چون این وضعیت هستن خودت چی احساس میداشته باشه اون لحظه که میبینی عزیزا را؟ تشکر خواهرقند. من جهان سپاس از فواد جان عزیزی با من اونا تماس گرفتن. من همین صحبت های اول که بله. چی فواد جان امرای من بله. تماس گرفتن که ما آمدم امرای شما معرفی شدن. بله بله. جهان سپاس از فواد جان عزیزی که من را دعوت کردن در برنامه زیبای شما. قربان سرتان. من آمدم از نزدیک برادر را دیدم و گفتم اگر یک مقدار چیزی که واسه توانم شوه من برشان کمک کرده بتانم. نگه من یک چیزی برشان گرفتیم لوازم یعنی چیزایی که آرد و برنج روغن و چیزایی که به خاطر این ماه مبارک رمضان برشان گرفتیم. اونا را همشان تصویرش گرفتیم اونا را تسلیمشان میشیم. دیگه انشالله دعایتان ضرورت داریم. انشالله زنده باشیم. و از هموطنان عزیز خود خواهش میکنم که دست به بازارتا را بگیرین، از غریبای کابل را بگیرین. بیچارا بسیار وضع اقتصادشان خوب نیست. نگه اگر میشه وضع توان تانست یک چیزی کم بیش کمک کنین که دست هموطنان غریبتان را بگیرین. خواهش چی من از مردمی نمیست که صرف نمیخده کسایی که در خارج از کمک کنن کسایی که بسیار تشکر خانم شکیلا. خانم شکیلا بین در مورد خودتان بگوین برم که با وجود که یک خانم هستین چقدر مسئولیت های دیگه بالای شما هست؟ تشکر. زنده باشین. پیشتر از من سوال کردین چقدر وقت میشه که به کابل آمدین؟ بله بله. از من دیگه تقریبا چیز کم یک ماه میشه. خب خب بسیار خوب. کجا زندگی میکنین؟ میشه در مورد زندگی تان بگوین؟ از من در کشور کانادا زندگی میکنم، در شهر اتاوا. مدت 17 سال میشه در اونجا زندگی میکنم همراه با فامیل است، اولادای ما است. مدت 17 سال میشه در اونجا زندگی میکنم. خانم شکیلا بیاین الان برام بگوین که عزیزایی که در خارج از افغانستان به سر میبرن در دیار غربت هستن، تمامشان دیگه قرنطینه است. شما چطور از قرنطینه اومدین به اینجا؟ قرنطین فکر کنم که نبود دیگه اتمن. نه خیر، یک بار دوام دمی قرنطین و بسیار حالت که هیچ اصلا اجازه نداشت مردم. ما آمدم یک 8 ماه پیشتر اولین پرواز بود که ما آمدم به پرواز. اما دوستا که مرا میدیدن تعجب میکردن، میشکل جان خودت چطور آمدی؟ آیا پرواز کردی آمدی؟ کبوتر هاری؟ گفتم بله آمد کبوتر شما آمدم. دیگه من این بار دوم است که در قرنطینه میایم. اما من طرف کابل که مردم کابل میبینم اصلا در کابل در اینجا هیچ کرونا مرونا درک نداره. دقیقاً دقیقاً. اصلا خدا را شکر بکشم. خدا را شکر. اما خداوند بازم جان جور بتشان، ساعتشان، اعظمشان از پروردگار پاک خواهانم. تشکری خاص میکنم از خودت برادر عزیزم که تا اینجا قدم رنجیدی آمدی و ما توانستیم که چند دقیقه از خودت پذیرایی داشته باشیم و همچنان دقایق اخیر بناست یک پیام کوتاه از خودت میشنوم که کسایی که خودت بیننده هستن امروز چی پیام میدی برشان؟ پیام نه به هموطنان عزیز همیسته که مرا میبینن در پرده تلویزیون از همه هموطن سلام خدا بازم برشان دوباره تقدیم میکنم. دیگه کدام پیام خاصی ندارم. دیگه اگر امکانش از بیان در وطن خود خیلی خوب هم عزیزای خود کمک کنن. دقیقاً کسایی که فقیر هستن دستشان رو بگیره. خدا مهربان است. تشکر از برنامه زیبای شما که ما رو اینجا دعوت کردین. دیگه ما اینجا هیچ امکانش نبود که اینجا بیاییم. قربانتان، ما فقط سفره برای خودت آماده شده بود شخصا برای خودت. خب با وجود که خانم شکیلا بودن و عزیزایی که واقعا دسترسی دارن و همه چیز واقعا اونا هم مهمان ما هستن، نگفتن همون خانم شکیلا همچنان نور چشم ما هست، شما همچنان. اما سفره که آماده میشه معلوم دار تمامش برای شما هست. ما چند لحظه تانسته باشم که و خوشی شما را در قلبتانم ببینم و انشالله که از این بابات بخیر خوش باشین. شما هم چنان زنده باشین. از زوی دل یک چیز دیگه فراموشم شد که من بگویم اما تو بیخی از یادم رفت. خب خیر و عرض بود ماه مبارک رمضان است. بله که از طرف سوپرمارکت و یا هم جایی که ما همیشه خرید میکنیم امروز خانم شکلا هم خرید کرده بود، بلش هم چنان در دست است که 4010 افغانی میباشد. خانم شکلا بتاین شما بلش هم برشون تقدیم کنین و ضمن از اون
نگفته نمانم و یک تشکری خاص میکنم از فقا جان عزیز که باز همچنان مبلغ 500 افغانی را کرای موترشان روان کردن که یادم رفته بود بخی که بگویم این هم کرای رایش ما بسازا تشکر باز هم از اینکه تا اینجا شما آمدین و قدم رنجیدین و خدا کنه که برتان خوش گذشته باشه خانم شکلا دقیقا خانم شکلا مبلغ 1000 افغانی هم همچنان و زهرا جان داد که یکان چیز برای خود بگیره زهرا جان خان این از خودت و این هم از شما بسازا تشکر میکنم باز هم خانم شکلا صدام خیلی زیاد تشکر میکنم عزیزایی که بیننده هستم دقایق اخیر برنامه هستم و من هم تشکری خاص میکنم از تمام شما بیننده های خوب چنل یوتیوب صدای کابل و همچنان از فواد جان عزیز بنیانگذار چنل یوتیوب صدای کابل که برنامه های را بر راه انداختن و تقدیم عزیزای ما میکنن و همچنان پل ارتباطی هستن بین مردم و مستحقین عزیز ما و تشکری خاص میکنم از اون عزیزایی که کمک میکنن تمام عزیزای ما را در داخل افغانستان جهان سپاس همچنان یک تشکری دیگه همچنان از همکارم میکنم که در بخش کامره هستو بسیار تشکر میکنم و دقایق اخیر برنامه است من هم ناگزیر که باید با شما دوستا خداحافظی کنم این بود برنامه امشب ما که تقدیم شما عزیزا کردم امید که مورد پسند هر یک شما عزیزا قرار گرفته باشد تا دیدار بعد که باز هم فردا شب در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم خدا نگهدار همه شما وقت به تمام شما عزیزا بخیر ماه مبارک رمضان باز هم بس به بسیار خوبی و خوشی سپری کنین لبخند هیچگاه فراموش نکنین